فضانوردان چرا به لباس فضایی نیاز دارن؟ به خاطر اکسیژن، فشار هواست؟ چیه؟ بذارین سوالو اینجوری مطرح کنم. وقتی ما هنوز به فضا نرفته بودیم و تکنولوژیشو نداشتیم، از کجا فهمیدیم توی فضا هوایی وجود نداره؟ یا فشار هوا اونجا چطوریه؟ برای جواب این سوالا باید به داستان تاریخ فضایی گوش کنین. توی سال 350 پیش از میلاد، ارسطو، این فیلسوف یونانی میگفت طبیعت از خلأ متنفره، یعنی فضا خالی نیست. خیلی بعدتر تو سده 1600 میلادی دانشمندی به اسم ایوانجلیستا تورچلی ثابت کرد که هرچی از سطح زمین بالاتر میری فشار هوا کمتر میشه. بعد تو سال 1687 میلادی آیزاک نیوتن با قانون گرانش توضیح داد که گرانش زمین هوا رو به سمت خودش میکشه. پس یه جایی اون بالاها دیگه گرانش روی هوا تأثیر نداره و هوا میره تو فضا. اینجوری شد که فهمیدیم توی فضا اکسیژن وجود نداره. این رو کوهنوردا بهتر میفهمن. این هوای تازه و تمیزی که پایین کوه نفس میکشن، هرچی میرن بالاتر نفس کشیدن واسه شون سخت‌تر میشه. این نفس تنگی تو کوهستان شباهت زیادی به نبود اکسیژن تو فضا داره. اولین نفری که حد زد توی فضا اکسیژن نیست ارسطو بود، اما تا سالهای 1600 میلادی نتونستن این موضوع رو به طور علمی ثابت کنن. یک وسیله به اسم بارومتر هست که فشار هوا رو اندازه میگیره. ایوانجلیستا تورچلی شاگرد گالیله بود که این وسیله رو اختراع کرد. گالیله میدونست که هوا وزن داره و یه نیروی داره که نمیذاره خلأ به وجود بیاد. بعد از مرگ گالیله، تورچلی تونست دستگاهی بسازه که میتونست خلأ نسبی ایجاد کنه. بعد از آزمایش‌های زیاد، تورچلی تو سال 1644 نتیجه گرفت که فشار هوا به خاطر اینه که یه نیروی اون رو به سمت زمین فشار میده. تورچلی گفت ما زیر اقیانوسی از هوا زندگی میکنیم که آزمایش‌ها ثابت کردن وزن داره. چند سال بعد، سال 1646، دانشمندی به اسم بلز پاسکال که به خاطر تئوری احتمال معروفه روی فشار هوا آزمایشاتی انجام داد. پاسکال ثابت کرد که واقعا توی دنیا خلأ وجود داره. بعد تو سال 1648 پاسکال برادر زنش رو راضی کرد که یه بارومتر جیوه‌ای برداره و بره بالای قله یه کوه. اونا کشف کردن که هرچی از زمین بالاتر بریم فشار هوا کمتر میشه، اما دلیل کم شدن فشار هوا تو ارتفاعات بالا رو هنوز نمیدونستن. تو سال 1650 یک دانشمند آلمانی به اسم اوتو فون گریک اولین پمپ خلأ رو ساخت. یه آزمایش جالبم باهاش انجام داد. دو تا نیم کره رو روی هم قرار داد و با این پمپ هوای بینشون رو خالی کرد. بعد سعی کرد با دو گروه اسب این دو نیم کره رو از هم جدا کنه. با اینکه اسب‌ها خیلی قوی هستن، اما چون توی اون دو تا نیم کره هوایی وجود نداشت، اسب‌ها نتونستن اون رو از هم جدا کنن. اوتو فهمید که هوای کره زمین مثل یک پوسته دورش رو پوشونده و هر چی بالاتر میریم این هوا کمتر میشه. نتیجه گرفت که اگه خیلی بالاتر بریم حتما به جایی میرسیم که دیگه اونجا هوا وجود نداره، یعنی خلأ میشه. تو سال 1687 هم یکی از دانشمندهای خیلی مهم تاریخ به اسم آیزاک نیوتن قانون گرانش رو کشف کرد و این گرانش هم قرار بود هوا رو به سمت زمین بکشه و بخش مهمی از دیدگاه‌های گذشته رو اثبات میکرد. حالا فهمیدیم که توی فضا هوا نیست. ولی چرا؟ چرا هرچی ارتفاع بیشتر میشه فشار هوا کمتر میشه؟ حقیقت اینه که هرچی از زمین دورتر میشیم و در اصل از مرکز زمین دورتر میشیم و نیروی گرانش کم میشه تا جایی که یکم اون بالا بالاها دیگه گرانش روی چیزی اثر نمیذاره و اون چیز به سادگی میره توی فضا. دقیقا همین قضیه برای اکسیژن هم صدق میکنه. اکسیژن تو قسمت‌های پایین جو زمین متمرکز شده. هرچی بالاتر بریم کمتر میشه.
واسه همینم هم هست که کوهنوردا توی قله نفسشون میگیره چون اونجا اکسیژن کمه. وقتی میرسیم به ارتفاعات که گرانش به اندازه کافی قوی نیست، مولکول‌ها از هم جدا میشن. فاصله شون زیاد میشه. اینجا اکسیژن دیگه نمیتونه خودش رو حفظ کنه. اتفاقی میفته که میگیم هوا وجود نداره یا اصطلاحاً خلع شده. اینجوری بود که دانشمندان و فیزیکدانان و ستاره شناسان فهمیدن توی فضا اکسیژن نداره. در اصل با یکم منطق و چند تا آزمایش ساده به این نتیجه رسیدن. البته کشف این موضوع به سادگی حرف زدن ما توی این ویدیو نبود. ذهنهای بزرگ زیادی روش کار کردن و آزمایشات زیادی انجام دادن تا به این نتیجه رسیدن. بین سالهای 1600 تا 1800 میلادی، قوانین و تئوری‌های زیادی در مورد رفتار هوا و ارتباطش با فشار، دما، مولکول‌ها و چیزهای دیگه کشف شد. مثلا قانون بویل، قانون چارلز، قانون آووگادرو، قانون گازهای ایدئال و خیلی چیزهای دیگه. همه این قوانین و تئوری‌ها توی کشف خلع بودن فضا نقش مهمی داشتن. یکی از آزمایشات دیگه هم در این زمینه آزمایشاتی بود که برادران مونتگولفیر روی بالون‌های هوای گرم انجام دادن. به این نتیجه رسیدن که هرچی از سطح زمین بالاتر میریم، هوا و در نتیجه اکسیژن کمتر میشه. این دو برادر تو سالهای 1783 میلادی اولین بالون هوای گرم رو به پرواز درآوردن. اونا با سوزوندن هیزم و کاه در داخل بالون هوای داخلش رو گرم کردن و این گرما که سبکتر بود باعث بالاتر رفتنش شد. آزمایشات این دو برادر به چند دلیل دیگه هم مهم بود. اولین که نشون دادن پرواز با بالون امکان پذیره، چرا که تا قبل از اون مردم فکر میکردن پرواز با چیزی سنگین تر از هوا غیر ممکنه. دوم این که به درک بهتر رفتار هوا کمک کردن. با اندازه‌گیری ارتفاع و دمای هوا در داخل و خارج بالون اطلاعات جدیدی در مورد نحوه عملکرد هوا به دست آوردن. و در آخرم راه رو برای اکتشافات بیشتر تو فضا هموار کردن. موفقیت پرواز بالون‌ها با هوای گرم دانشمندان و مهندسان رو به فکر ساخت وسایل نقلیه فضایی جدید انداخت. یکی از آزمایشات مهم برادران مونتگولفیه توی 21 نوامبر 1783 انجام شد. اونا یک بالون با قطر 11 متر ساختن و اونو با هوای گرم پر کردن. این بالون با 5 سرنشین از جمله یکی از همین برادران ژاکتین مونتگولفیه به ارتفاع 1000 متری زمین صعود کردند و به مدت 25 دقیقه هم روی هوا موندن. از این آزمایشات در طول تاریخ زیاد انجام شدن و افراد مهمی در اثبات نقش هوا در فضا کمک کردند. ما اینجا سعی کردیم خیلی خلاصه و به زبان ساده در مورد این موضوع صحبت کنیم که امیدوارم براتون جالب بوده باشه و از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.